وال‌استریت جورنال آمریکا. قیام مردمی در ایران، حتی با تعامل از سوی اوباما نیز رژیم مشروعیت خود را از دست می دهد. واشنگتن اگزامینر آمریکا. یک پیام فراحزبی از سوی کنگره آمریکا به ریاست جمهوری در مورد ایران، اکنون زمان اقدام است. خبرگزاری شینهوا چین. ایران انکار کرد که هواپیمای حامل اسلحه به مقصد آن کشور در حرکت بوده است. گاردین بریتانیا. محمود احمدی نژاد میگوید آمریکا اسناد اتمی را جعل کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس آمریکا. احمدی نژاد مهلت آمریکا در مورد معامله هسته‌ای را رد کرد. خبرگزاری بلومبرگ آمریکا. علائم و نشانه های چین حاکی از مقاومت در برابر افزایش تحریم ها علیه ایران و تقاضای مذاکرات بیشتر است. ایلاف بریتانیا. ایران خواستار دریافت غرامت به دلیل خسارات وارده در زمان اشغال آن کشور طی جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی است. اعتماد چاپ تهران. جانشین فرمانده انتظامی از تدابیر پلیس خبر داد. پیشبینی نظم و امنیت تاسوعا و عاشورا. بر اساس رأی هیئت نظارت بر مطبوعات، ضمن تذکر به چند نشریه روزنامه اندیشه نو توقیف شد. اسکر اولادی. بگیر و ببندها را برای صادرکنندگان اجرا نکنید. قدس چاپ تهران. دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایران صلح و عدالت را برای ملت ها می خواهد. عدم نظارت بازرگانی و کشاورزی باعث گرانی گوشت شد و یارانه نان طی 5 سال حذف می شود. آفتاب چاپ تهران. عضو مجلس خبرگان. برخی حامیان افراطی دولت جامعه را ملتهب می کنند. داریوش قنبری. به جای مؤسسه نشر آثار امام از مبالغ میلیاردی مفقودی در بودجه تحقیق و تفحص شود. و رئیس پلیس راهور ناجا. ماشین‌های ایرانی با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر به خارج فروخته می شود. این خبرها و خبرهای دیگر در تلویزیون واشنگتن.com.